تازه ترین گزارش نیمه اول سال 1400 وزارت صنعت نشان می دهد که سرمایه گذاری های خارجی در کشور طی 5 ماه ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال قبل 45% کاهش یافته. همین موضوع رو با احمد علوی مطرح می کنیم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، پیام و پیامد روند کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران چیه؟ البته خدمت شما عرض کنم که این اطلاعات و این آمار خام است، به این معنا که ما میبایست نگاه جامع داشته باشیم به فرایند ورودی و خروجی سرمایه. اگر این ورودی سرمایه رو پس از کسر استهلاک سرمایه ثابت داخلی و همچنین فرار سرمایه در نظر بگیریم، طبیعتاً حاصل نهایی سرمایه گذاری در ایران منفیه. کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی تهران هم گفتن که در دهه گذشته سرمایه گذاری روند منفی داشته، بنابراین این تصویر تصویر بهتری است از وضعیت. اما پیام و پیام داشت، پیام این است که امنیت سرمایه گذاری در ایران وجود ندارد، نه از جنبه سیاسی نه در جنبه اقتصادی، و همچنین فضای کسب و کار مناسب نیست. به همین دلیل هم از سرمایه به ایران نمی آید یا حتی فرار می کند از ایران. و اما پیامدهای اون همین به اصطلاح کاهش رشد اقتصادی و حتی رکود رو می بینیم، و البته کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی که در نهایت به معنای فقر گسترده خانوار و همچنین مشکلاتی هست که پیامد این فقر گسترده هست. آقای علوی، به رکود اشاره کردین و فقر گسترده. برخی فعالین اقتصادی و اقتصاددان‌ها از احتمال بروز یک ابر تورم خبر میدن. چه رابطه میان کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش نرخ تورم وجود داره؟ خب البته تعریف جامع مانع و به اصطلاح مورد اجماع عمومی بین اقتصاددان ها در مورد ابر تورم وجود نداره، منتها بنابر یه قراردادهایی برخی پیشنهاد کردن که اگر میزان تورم بالای 50% باشد در ماه، خب این رو ما به عنوان ابر تورم تصور میکنیم، تلقی میکنیم. اما بیاد داشته باشیم که تورم در ایران الان بالای 50%. این به این معناست که فرضاً نسبت به جهان، میانگین جهان نسبت به میانگین منطقه بسیار بالاست، و بنابراین پیامی که این تورم بالا میدهد به سرمایه گذار هم از خارجی یا داخلی این است که ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا میکنه و معانیش بالا بودن ریسکایی مثل ریسک اعتباری، ریسک اقتصادی و ریسکای دیگری است. به همین دلیل هم است که ما میبینیم که سرمایه گذاران یا به ایران نمیان، یا اینکه سرمایه گذاران داخلی به کشورهای همسایه پناه میبرن و اون سرمایه هاشون و خودشون میرن اونجا و اونجا کارآفرینی میکنن. بنابراین پیامی که داره ناامنی اقتصادی، ناامنی سیاسی که به هر حال فراری دهنده سرمایه خواهد بود. و البته بیاد داشته باشیم که این تورم نشان دهنده ناکارآمدی حکومت هم هست، و این به واقع میتوان گفت که به معنای اینه که ریسک سیاسی در ایران هم بالاست در کنار این ریسک‌های اقتصادی. آقای علوی، اشاره کردین که سرمایه‌گذاران به ایران نمیان و فرار سرمایه وجود داره. حتی سرمایه‌گذاران افغان هم اشاره کردن به جای اینکه در ایران بیان، ترجیح میدن که به ترکیه برن. آیا چشم‌اندازی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کوتاه مدت وجود داره؟ به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. یعنی افغانستانی‌هایی که قبلا سرمایه‌هاشون رو به ایران می‌آوردن از ترس ریسک‌های فرضاً امنیتی، سیاسی و اقتصادی از افغانستان، الان دارن کوچ میکنن میرن ترکیه، باز به دلیل اینکه این ریسک‌ها در ایران هم الان وجود داره و به هر حال بالا رفته. تنها راهی که وجود داره اینه که تنش‌های سیاسی کاهش پیدا بکنه، مدیریت کارآمد باشه و البته به اصطلاح به نوعی رابطه متعارف بشه با جهان خارج. اما چنین چیزی در چشم‌انداز نیست. احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد.